دوستمون هم بسیار ممنون متشکرم که بهانه‌ای شد که صحبت‌های ناباجای ماندگاری رو باز هم بشنویم. با سلام، من واقعا از جناب آقای ماندگاری به دلیل مطرح کردن بحث آگهی‌ها و تبلیغات تلویزیونی ممنونم، هرچند که به واسطه آن هجمه‌هایی به ایشان شد که مستحقش نبودند. این بیانات دغدغه‌های ذهنی من هم بودند که خیلی خوشحالم از زبان گیرای ایشان بیان شدند. دوست داشتم به این نکته هم اشاره می‌کردن که آگهی‌های تبلیغاتی در رسانه ما که باید اسلامی باشد، با سایر جوامع نیز باید فرق داشته باشه. در تبلیغات ما دیده میشه آقای ماندگاری که بدون استثنا در هر آگهی بازرگانی سعی می‌شود برای جلب مخاطب از زنان جوان و زیبا استفاده بشه، که همون بحث استفاده ابزاری از خانم هاست که در کشورهای غربی هم مشاهده میشه که از زیبایی زنان در جهت تبلیغ کالای خود استفاده سوء میکنن. ایشون ادامه میدن که امروز فرقی نداره برای تبلیغ بانک یا تبلیغ مواد شوینده، لوازم خانگی، مواد غذایی و هر چیز دیگر در تلویزیون ما از زنان با لباسها و آرایشهای آنچنانی استفاده میکنن و اون رو جایگزین خلاقیتی میکنن که باید در تولید آگهی‌های بازرگانی داشته باشن. آگهی هایی که در 99% موارد اصلا ضرورتی نداره که از یک زن در اون حضور داشته باشه استفاده بشه. ایشون در خاتمه گفتن که من امیدوارم که مدیران متدین تلویزیون چشم خود رو بر این انحطاطات نبسته و اقدامات اصولی رو در رفع اونها بردارن. متشکرم از پیام شما حاجی ماندگاری، قطعا حرفی خواهند داشت و صحبتی که میشنویم. ما باز هم از حسن زن عزیزان متشکریم. ما به وظیفه‌مون عمل کردیم و امیدواریم که همه آحاد مردم انشالله به وظیفه دینیشون عمل کنن. ما در صحبت های حضرت آقا که اول برنامه پخش شد خیلی صریح ببینید، ولی امر مسلمین ناخدای این کشتیه، خطکش ماست، حجت ماست. خود امام زمان فرمودن فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. این حجت خدا قشنگ به ما تکلیف دادن، فرمودن بعضی از مسئولین متدین و خوب فرهنگی ما بعضی از نکاتی که تو حوزه کاریشون اتفاق میفته متوجه نمیشن. اینا رو باید آحاد مردم به اونها تذکر بدن. منم به عنوان یکی از آحاد مردمم. حالا خدا توفیق داده این فرصت خوب رو در این برنامه پیدا کردیم، از اینجا گفتیم، تو تریبون حرم امام رضا، حرم حضرت معصومه سلام الله علیهم، تو تریبون‌های دیگه هم میگیم. توقع داریم همه مبلغین بگن، همه متدینین بگن، همه دل سوزان بگن. حتی من بارها دیدید شما، من گفتم خانواده های مسئولی که بیشتر مخاطب صحبت ما هستن، یک سوال رو هر روز از همسران بزرگوارشون بپرسن که آیا امروز کار شما یاری دین خدا بود یا خدای نکرده چیز دیگه ای بود؟ آیا تونستید تو مدیریت امروزتون دین خدا را، ولی خدا را، ارزش های دین خدا را یاری کنی؟ تا مصداق آیه زیبای یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. ما تا دین خدا را، ارزش های دین خدا را و ولی خدا را یاری نکنیم که خدا ما را یاری نمی کنه. و هممون هم باور داریم ولی یاری خدا از همه یاری ها بالاتره. لذا برای که من جواب یعنی نکته این عزیز رو کامل کرده باشم و اون نکاتی که قبلا هم تو برنامه گفتیم یه بار دیگه اشاره کنیم، یه نامه ای هم به خدمت جناب آقای مهندس زرقامی ریاست محترم سازمان که واقعا فرد بسیجی، ولایی، متدین و دلسوز میدونیم ایشون رو، نوشتیم که حالا محضر بینندگان میخونیم. برای که نامه من مستند باشه تقاضا میکنم از تهیه کننده عزیز اگه براشون مقدور هست، اون صحبت حضرت آقا که در جمع برنامه سازان صدا و سیما بوده اگر مقدورشون هست اول پخش بفرمایند برای بینندگان عزیز و برای ما، بعد من این مطلب رو ادامه بدم، نامه ای رو هم یادداشت کردم قرائت کنم. بسیار خوب، بله میشنویم با هم، بفرمید. مسئله فرهنگ مسئله مهمی است. اساس این ایستادگی، این حرکت و در نهایت انشاءالله پیروزی بر حفظ فرهنگ اسلامی و انقلابی است و تقویت جناح فرهنگی مؤمن.
در این مسابقات البته سرگرمی ها از جمله مسابقاته، مسابقات هم خوبه، منتها در مسابقات باید مراقب بدآموزی های قولی و عملی بود. گاهی در زبان و در کیفیت رفتار و خنده های بی خودی و سبک میکنن اصلا از لحاظ رفتاری. گاهی اوقات این چیزها نیست، اما مثلا فرض بفرمایید مسابقه تلفنی میکنن با یک شخصی، برای خاطر هیچی به او جایزه میدن. یه روز من دیدم یک توی یک برنامه تلویزیونی 5 میلیون تومان به یه آقای جایزه دادن برای اینکه چند تا سوال رو جواب داد. من نمیدونم، این خیلی سرگرمی جالبی نیست. 5 میلیون تومان میدونید حدود 2-3 سال حقوق یک کارمند متوسطه بود. 2-3 سال حقوق یک کارمند رو دادن. حالا ممکنه بگن آقا این ترویج علمه. خب ترویج علم از یه راه بهتری بکنید، این راه ضرر داره. این یه عده ای رو که نگاه میکنن بی منطقی به ذهنشون میاد، از این بی منطقی استفاده میکنن. منطقی نداره این کار. حالا بنده بدونم که مثلا انجیل عربی یا یونانی یا لاتینی یا فلانه، بعد بگن خیلی حالا که شما دونستید این مثلا 500 تومن یا فرانقدر مال شما، 500,000 تومن مال شما، معنی نداره این. بنابراین مقوله سرگرمی و تفریح لزومش یک مسئله است، برنامه‌ریزی شده بودنش یک مسئله است، با محتوا بودنش یک مسئله است، پرهیز از جهات منفی هم در روی مسئله است. چهره پردازی های منفی و ناصالح رو به شدت توجه کنید در زندگی ما انجام نگیره. من گاهی دیدم آدمایی که هیچ ارزش ادبی، علمی، هنری ندارن چهره پردازی میشن در صدای سیما. چرا؟ با پول مردم. یه آدمی که در اون رشته خودش، حالا من البته نمیخوام دیگه خیلی باز کنم مطلب، تو همون رشته خاص خودش اینقدر آدم ارزشمند میزدن متوسط، اینه بیارن چند ساعت تلویزیون رو، 2 ساعت 1 ساعت تلویزیون رو به زندگی او، به خانواده او، به گذشته او سرتاپا کم ارزش مصروف کنن. چرا؟ به نظر من علاوه بر این که این چرا وجود داره، علاوه بر این که منفی هم هست، این الگوسازی است. ما کیو میخواییم الگوی این جوان ها قرار بدیم؟ اینجور آدم هایی رو؟ بسیار خوب شنیدیم. انشاءالله خداوند معظم الله رو حفظ بکنه برای همه ما که نگاه هایشون، افق و چشماندازی که ترسیم میکنن همیشه راهگشا بوده و هست. حاج ماندگاری بفرمایید، میشنویم صحبت شما. من اول 2-3 نکته رو اشاره بکنم، بعد اون نامه رو هم برای بینندگان عزیز قرائت میکنم انشاءالله. ببینید جناب شریعتی، ما اعتقادمون بر اینه که امتیاز نظام جمهوری اسلامی چیه بر نظام های دیگر. امتیاز نظام جمهوری اسلامی این نیست که آنچه که در دنیا اتفاق افتاده بیاد اینجا پیاده بکنه. این که خوب شد همون بله که گاهی وقتا به بعضی از عزیزان تو حالا هر مقوله‌ای نمیخوام اینجا ریز بشم، میگیم چرا دارید این کارو میکنید، میگن تو دنیا عرفه. خب اینکه حکومت‌های قبلی هم داشتن همون چیزی که تو دنیا عرفه داشتن انجام میدادن دیگه. دارایی جمهوری اسلامی اینه که یک نظامی به پا شده، میخواهد بگوید ما میتوانیم، هم میشود هم میتوانیم، هم بهترین مدل است که ما اون چه که در اسلام گفته شده انجام بدیم و موفق تر هم باشیم و به دنیا هم بگیم بیاد از ما الگو بگیرید و این اختصاصی خود ما باشه، این اختصاصی ما باشه. بله. درد دلی که این عزیز گفته، خب توی دنیا برای تبلیغات اجناسشون از زن استفاده میکنن. اونا چون هیچ محدودیتی ندارن زن رو اوریانش هم میکنن. ما خب خیلی خوب، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی اینجا زن رو اوریانش نمی کنیم. یه بخشش خوبه، ولی از زن داریم استفاده میکنیم، اونم با یک لباس جذاب و آرایش جذاب. یعنی ما یک بخش از اشکال اونا رو یعنی پذیرفتیم، گفتیم آقا کار شما درسته، مثل اینکه اسلام ما اصلا الگو نداره. یعنی حال که رسالت ما اینه. من میخوام بگم مسئولین فرهنگی مملکت ما، نه فقط رسانه، همه مسئولین فرهنگی، توقع خدا، انتظار خدا، رسول خدا، ائمه معصومی، امام زمان سلام الله علیه، رهبر عزیزمون و ولی امر مسلمین از ما چیه؟ از ما اینه که دین پیاده بشه. بارها هم بنده حقیر و همه عزیزان کارشناس گفتن برای پیاده شدن دین 3 تا گام باید با هم برداشته بشه. های شریعتی ببینید، ما به صرف این که من بسیجیم، من رزمنده‌ام، من آزاده‌ام، من بچه آخوندم، من طلبه‌ام،
من نمیدونم فرهنگیم، این معنی نیست که من فقیهم. دیانت ما به سه گامه. یک، قبل از هر کاری حکم اون کار رو از دین بپرسیم. آقا میخوام مسابقه را بندازم تو تلویزیون، میخوام آگهی پخش بکنم، میخوام یه برنامه کارشناسی بگذارم، میخوام یه فیلم بگذارم، اصلا قاعده دستگاه فرهنگی جمهوری اسلامی اینه. لازمه قرار ریز بشیم و دقیق بشیم تو جزئیاتش. اصلا اگه نشین خراب میشه آقای شریعتی. الان من تو سوال قبل چه کار کردم؟ شیطان نمیاد بگه کل صدا و سیمای شما رو میخرم. ما که کل صدا و سیما رو نمیفروشیم، ولی لحظه به لحظه مون رو داریم میفروشیم. همون سوال رو ما برای اون جوان تنها که نگفتیم، مورد فردی که نیست، تعمیمش میدیم. ببین صدا و سیمای ما فاطمیه، دشمن نتونسته فاطمیه رو از ما بخره، محرم رو نتونسته بخره، ولی تو عیدمون رو تونسته بخره لحظه به لحظه مون رو. تو بعضی از مسابقاتمون تونسته لحظات ما رو شیطانی کنه. تو بعضی از آگهیامون نظر شیطان محقق شده تا نظر دین خدا. ما اینو داریم میگیم. یه همون بلایی است که اون جوونه داره اشک میریزه. پس من میگم مدیر دلسوز فرهنگی جمهوری اسلامی هم باید اشک میریزه، باید استغفار کنه. اگر آقا تو حرم امام رضا مأموریت دادن به تک تک آحاد جامعه، که منم یکیشم، شما هم یکیش هستی. بله. که آقا شما لااقل عین مسئولین بشید، هر جا دیدید خطای بگید، خسته هم نشید، امید به اصلاح هم داشته باشید، پیامک بزنید، تلفن بزنید، نامه بزنید، خسته نشید، چون همین که من بگم وظیفه‌مو انجام دادم و ما علینا الا البلاغ. تا کی بگید؟ یا بیان بگن تو داری اشتباه میکنی، من رو همین آنتن عذرخواهی میکنم، میگم استغفر الله ربی و رسوله، دست همه‌رم هم ببوسم، همه هم معذرت خواهی میکنم. به من بگن آقا به این دلیل، به این دلیل حرف شما غلط بود، من دارم طبق قرآن میگم، طبق روایات میگم، طبق حرف آقا که حجت بر ما و طبق قانون میگم. میگم آقا این کار ضد فرهنگیه، این کار غیر فرهنگیه، این کار در تراز رسانه جمهوری اسلامی و نظام مقدسی که میخواد بسترساز ظهور آقامون امام زمان بشه نیست. این کار در تراز رسانه‌ای که میخواد الگو برای دنیا بشه نیست، چون به جایی که رو اونا اثر بگذاره داره از دیگران اثر میپذیره. ما اینا رو داریم میگیم. تا کی میخواید بگید آقای ماندگاری؟ خب تا کی گفتم، یه بار به شما گفتم، تا کی بعد نماز بخونیم؟ تا کی بعد روزه؟ در همین حد؟ وقتی گفتیم امر به معروف و نهی از منکر از همه واجبات و فرائض بالاتره، و حتی مثلش با بقیه فرائض مثل اقیانوس با نم یا رطوبت. بله. پس بنا میشه اگر این امر به معروف و نهی از منکر رو مردم جرأت پیدا کنن، امید پیدا بکنن به اثر پذیریش، نمازم تو جای خودش میاد، ولی همه نماز بخونن، هیچ کس به هیچ کی کار نداشته باشه. اون بی‌تفاوتی که واقعا خوب نیست. بله. همون بی‌تفاوتی بود سر امام حسین بالای نیزه بود، دستای امیرالمومنین رو بند، فاطمه زهرا رو بین در و دیوار انداخت، همه ائمه معصومین ما رو خاله نشین کرد، امام زمان ما رو غیبت نشین کرده. همین بی‌تفاوتی. اگر انقلاب اسلامی هم یه کاری کرده، چون مردم رو از بی‌تفاوتی بیرون آورده. حتی آی شریعتی، من میخوام یک کلمه‌ای بگم. بفهمید. میگن امام زمان سلام الله علیه بیاد، همه فکر میکنن دین جدید آورده. چرا؟ امام زمان دین جدید نیورده. امام زمان همون دین جدشه. ولی ما اینقدر از اون دین جدش فاصله گرفتیم. و شاید وقتی اینقدر اجتهاد کردیم. اینقدر اجتهاد کردیم، اینقدر اعمال سلیقه کردیم که از اون خیلی جدا شدیم. الان این حرفی که از آقا پخش شد مال سال 83. بله. یعنی 10 سال پیش. اونقدر این حرف الان با اون چه که در صدا و سیمای داره ما میگذره بیگانه، بدون تعارف دارم میگم، یعنی درست نقطه مقابل این حرف داره اتفاق میفته. بابا این ولی امر زمان ماست، این حجت خداست، تو جمع شما بزرگواران فرموده، شماها هم دلسوز میدونه. روز قیامت هم اگه بگید ما به حرف این آقا کردیم، خدا حرفتون رو قبول میکنه. اگه حرف این آقا نباشه، میخواد به حرف کی مستند کنید حرفاتونو؟ ما بودجه نداشتیم؟ قصه عبدالملک مروان امام باقر سلام الله علیه رو براتون گفتم. ما نرفتیم در خونه اهل بیت بگیم مشکل بودجه ما رو چجوری حل میکنید. ما میگیم آقا جون، ما اگر حرف خلاف دین و خلاف قانون میزنیم به ما بگیم. اگر نه ما چی داریم میگیم؟ میگیم همه هم باید بگن. خدایی نکرده نگفتیم مسئولین متدین نیستن، نه متدینن، ولایین، بسیجین، ولی گاهی وقتا غافلن.
غفلت دیگه، غفلت با تذکر از بین، غفلت با تذکر. فذکر ان الذکرا تنفع المؤمن. ما این تذکر رو با پیامک دادیم، با تلفن گفتیم، تو جلسات گفتیم، الان هم یه نامه ایه. من این نامه ای که میخونم هم مستندم، آیات کلمات آغاز و حرفای آقا و قانون. بله بفهم. بسم الله الرحمن الرحیم. ریاست محترم سازمان صدا و سیما و جمهوری اسلامی، جناب آقای مهندس درقامی، سلام علیکم. با احترام و در جهت تحقق بیانات مقام معظم رهبری در شروع سال جدید در حرم مطهر رضوی سلام الله علیه، که عموم دلسوزان عرصه فرهنگ کشور را موظف به نقد منصفانه نسبت به دستگاه‌های فرهنگی کشور نمودند، مواردی را که در برنامه 14 اسفند سال گذشته به صورت شفاهی از حضرت عالی و سایر مدیران دلسوز و متدین رسانه ملی درخواست کرده بودم و به لطف الهی درخواست این حقیر مورد حمایت جمع کثیری از مردم متدین، دلسوز و انقلابی کشور و عموم بینندگان برنامه سمت خدا واقع گردید، به صورت مکتوب و طی این نامه مجدداً به حضورتون عرض می نمایم و امیدوارم که همه ما در مسیر تبدیل رسانه ملی جمهوری اسلامی به دانشگاه مورد نظر امام راحل قدس سره گام مؤثری برداریم. یک، دو تا تقاضای خواستم هست. بله. یک، پخش مسابقاتی که در آنها جوایز چند میلیونی و غیر معمول به شرکت کنندگان داده می شود، مثلا 35 میلیون نفر یا 3.5 میلیون نفر شرکت می کنند، به یک نفر جایزه داده می شه. مردم حساب کنن برن چند بار بعد ورزشگاه آزادی پر بشه و خالی بشه تا به یک نفر جایزه بدن. مخالف نظر صریح مقام معظم رهبری در دیدار 11 آذر ماه 83 همین نکته که از آقا الان اشاره کردم، با مدیران رسانه ملی می باشد که در آن جلسه که حضرت عالی نیز حضور داشتید، معظم الله از برگزاری این مسابقات به اختصاص جوایز کلان با هر دلیل و توجیهی نظیر ترویج علم اظهار نارضایتی کردن و ملاک ما رضایت ولیه. ایشون اظهار نارضایتی کردن از این صریح‌تر. بر همین اساس ضروری است این گونه مسابقات که برخی از آنها جز دامن زدن به پدیده زشت مصرف‌گرایی ثمره عملی دیگری ندارد، به سرعت از آنتن سیمای جمهوری اسلامی کنار گذاشته شود و انشاءالله رسانه ملی به الگویی برای حذف این گونه تبلیغات ناصحیح از بقیه شرکت‌ها نظیر بانک‌ها و تلفن‌های همراه نیز بدل گردد. و در این مسیر، حالا اون روزا جایزه 500,000 تومانی بوده، الان جایزه 200 میلیون تومانی یا 100 میلیون تومانی. بله. یعنی بدتر شده بهتر نشده. نشده. و در این مسیر مسابقات تلفنی نوینی که اخیراً در شبکه‌های مختلف مرسوم گردیده و درآمدهای آن نیز محل تأمل است، مورد بازنگری جدی و دقیق قرار گیرد. مسابقاتی که در ایام عید پخش شد که من حداقل به عنوان یک طلبه مسئله گو میگم، این مسابقات شبهناک آقای شریعتی. اول بریم مسئله شرعیشو بپرسیم، بعد اجرا کنیم، بعد تو هچل نیفتیم. رسانه ملی که قرار خوراک به مردم بده، لقمه حروم بره توش. این مسابقات تلفنی، بله بله، مسابقات تلفنی شبهناکه. من الان حکم صریح نمیگم، برن بپرسن از دفتر مراجع، حداقل از دفتر حضرت آقا دیگران بپرسن. دو، پخش آگهی‌های تجاری قبل و بعد و حین برنامه‌های کودک طبق نص صریح بند 2570 سیاست‌های تولید، تأمین و پخش سازمان صدا و سیما مصوب سال 1383 ممنوع می‌باشد. لذا از آنجا که عمل به قانون در نظام جمهوری اسلامی مصداق واقعی اقامه معروف می‌باشد، حذف این آگهی‌ها نیز خواسته قانونی و اخلاقی عموم خانواده‌ها از حضرت عالی می‌باشد که یقیناً به سلامت روانی و عاطفی خانواده‌ها و کودکان دلبندشان کمک شایانی خواهد کرد. بدیهی است با توجه به اهمیت موضوعات فوق الذکر، دستور عاجل حضرت عالی برای اجرای این درخواست‌ها نشان دهنده جایگاه و اهمیت مقوله فرهنگ در مناسبات امروز جامعه اسلامیمون خواهد بود. ضمناً همانطور که در برنامه 14 اسفند و در برنامه‌های بعدی متذکر شده ایم، اختصاص یکی از برنامه‌های مناظره در شبکه یک به موضوع آگهی‌های بازرگانی و خصوصا آگهی‌های برنامه‌های کودک خواسته جدی است که با توجه به گذشت زمان طولانی از این درخواست، امیدواریم با دستور حضرت عالی برای این درخواست مردمی به زودی تحقق یابد و در سالی که به نام فرهنگ مزین است، یکی از معضلات فرهنگی کشور در این برنامه با حضور کارشناسان و صاحب نظران
بررسی گردد. با تشکر، محمد مهدی ماندگاری، کارشناس دینی رسانه، 25 فروردین 1393. خیلی خوب، خدا خیرتون بده. ریاست محترم سازمان جدن تشکر میکنیم، همه مدیران شبکه ها یقین داریم به دلسوزیشون، یقین داریم به ولایت مداریشون، ولی اعتراف میکنیم معصوم نیستن، جایز الخطایه. یه وقت هم تذکرهایی که شما میدادید در گذشته من خاطرم هست که عمل کردم بهش. ما ممنون شدیم. این که من توی یک برنامه گفتم چه ضرورتی داره کارشناس خانم میگذارید مجری من، کارشناس مرد میگذارید مجری زن، الحمدلله مورد توجه قرار گرفته و این اصلاح شده و ما دستشون رو میبوسیم. امیدوارم این اتفاقات خوبم بیفته دیگه. میدونیم اینها در من، باور کنید آقای شریعتی، میگم اگر دغدغه دینی اینها از من طلبه بیشتر نباشه قطعا کمتر نیست، اما گرفتاری ها، محدودیت ها، محظوریت ها، مشکلات گاهی وقتا آدمو غافل میکنه. ما هم گذاشتن به عنوان برادر کوچک شما که تذکر بدیم بنابر رسالتی که رهبر فرزان انقلابمون به دوش ما و همه مردم گذاشته. اینی هم که من گفتم از دوش بقیه ساقط نمیکنه، همه کارشناسان، همه دلسوزان، همه مردم بگن، خسته هم نشن، انشالله نتیجه میده. انشالله.